اما مبحث مقدس بودن ما مربوط به همین زمین می باشه که در حال حاضر در آن هستیم و ما رو گرفتار کرده. نویسنده مزمور 25 آیه 4 الی 8 درباره مقدس بودن ما که چگونه مقدس بشیم این گونه اعلام میکنه. حتما داره درباره خودش صحبت میکنه. خودش هم در تفکر این هست که این خدای قدوس که میخواد ما مقدس باشیم چگونه ما باید در این مسیر مقدس باشیم. اعلام میکنه: ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز. در اصل میگه قدوسیت خودت رو به برای من تشریح کن. چرا عرض میکنم؟ وقتی که میام در حضور خداوند، چه توی خونت، چه اینجا، چه هر مکان دیگه در پرستش، یاد بگیریم کاملا به خوبی تمرکز کنیم به در حضور خداوند. میگه ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را، یعنی همون قدوسیت را، به من تعلیم ده. اولین قدم همین کاری که ما اینجا میکنیم، از کلام خداوند تعلیم میگیریم. خیلی از ایمانداران هستن تصور میکنن بعد از اینکه تعمید گرفتن و رفتن و خیلی هاشون هم فکر میکنن اقامت که گرفتن علامت این هستش که دیگه به مسیح ایمان آوردن، تموم شد. با اقامتشون شاید عزیزان بتونن سیتیزن آمریکا و اروپا و هر کشوری بشن. سیتیزن آسمان باید تقدیس بشیم، باید تعلیم بگیریم عزیزان. طریق خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان تو اون مسیر قدوسیت و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. تمامی روز منتظر تو بودم. ای خداوند، احسانات و رحمت‌های خود را به یاد آور. باز نیکویی‌های خودش هست. یکی از صفات عالی خداوند در قدوسیتش نیکویی او هست. و رحمت‌های خود را به یاد آور، چون که آنها از ازل بودن. خطایای جوانی و عصیانم را به یاد نیاور. و خودش اعلام میکنه در کلام خداوند، اعلام میکنه در کتاب اشعیا 25 43 و همچنین عبرانیان 10 17 که زمان توبه، به طور خاص وقتی ما به مسیح ایمان میآوریم و توبه میکنیم، میگه من گناهان شما رو به یاد نمیآورم. نه که فراموش کنه، خیر، میگه به یاد نمیآورم. و ادامه میده: خداوند به رحمت خود به خاطر نیکویی خیش مرا یاد کن. یعنی به خاطر اون قدوسیتت، تو اون جایگاه قدوسیت که تو هستی، خداوند نیکو و عادل هست، یعنی قدوس. حالا مشتاق منم هست. عدالت گفتیم چیست؟ رابطه درست من با خدا، رابطه درست خدا با من هست دیگه. پس بنابراین اگر من مشتاق خدا هستم، این رو بدونم مخاطب من که خداست، خدا بیشتر از من به من مشتاقه. من اینو درک کنم، خدا منتظر من هستش. همون پدری که پسر گم شده ای رو داشت، میره میگه پدر منتظر او بود. وقتی که اومد او به آغوش او رفت، او دوید دنبال او. وقتی که شما میرید در حضور خدا، اینو بدونید خدای قدوس برای شما میدوه. خودتو سرزنش نکن، خدا عاشق توه، خدا تو رو دوست داره. و نویسنده این رو کاملا داره درک میکنه و اعلام میکنه خداوند نیکو و عادل است. پس به گناهکاران طریق، به گناهکاران طریق را خواهد آموخت. طریقی که چگونه بتونن مقدس باشن.